سرخط خبرها. پایان ماه‌ها دو دستگی در صدر حکومت افغانستان اشرف غنی و عبدالله عبدالله برای تقسیم قدرت توافق کردند. فرمول تقسیم قدرت در کابل، غنی رئیس جمهور میماند، انتخاب نیمی از وزرا و رهبری روند صلح با عبدالله خواهد بود. سقوط بازار بورس تهران بعد از صعود بی سابقه همزمان با افت ارزش سهام، قیمت طلا و ارز بالا رفت. و لغو راهپیمایی روز قدس در سراسر ایران به دلیل نگرانی از شیوع کرونا، فقط آیت الله خامنه ای سخنرانی تلویزیونی می کند. سلام و عصر بخیر به این بخش خبری ویژه از بی بی سی در لندن خوش آمدید. من علی همدانی هستم. از افغانستان خبر آمده که اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین حکومت وحدت ملی به توافق رسیدند، توافقی که شاید پایانی باشد بر اختلافات ماهای گذشته بین این دو رقیب سیاسی. بخش عمده این مجموعه خبری که تا ساعت 6:30 دقیقه عصر به وقت تهران و کابل خواهد بود به رویدادهای امروز در افغانستان می‌پردازد. طبق این موافقتنامه عبدالله عبدالله حالا رئیس شورای عالی مصالحه است و رهبری روند صلح را به عهده خواهد داشت. نیمی از اعضای کابینه هم که شامل بعضی از وزرای کلیدی هستند توسط تیم ثبات و همگرایی به رهبری آقای عبدالله معرفی می‌شوند. این توافق بعد از 4 ماه جنجال انتخاباتی به دست آمد، انتخاباتی که اوایل پاییز گذشته برگزار شد و بعد از ماه‌ها تأخیر آقای غنی پیروز آن معرفی شد، اما آقای عبدالله نتیجه را نپذیرفت و هر دو نفر دو مراسم تحلیف جداگانه برگزار کردند و بحران سیاسی اوج گرفت، درست زمانی که مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان در جریان بود. از آن زمان تا به حال تنش سیاسی میان دو تیم حل نشده، باقی مانده بود، اما حالا به نظر میرسد که ظاهرا ورق برگشته. اجازه بدید که نخست با همکارم ضیا شهریار که اینجا در استودیو با ماست صحبت بکنیم. ضیا، هنگامی که انتخابات برگزار شد تو کابل بودی، تصور میکنی آنچه که پیش آمده دقایقی پیش تا چند اندازه همانیست که مشارکت کنندگان در این انتخابات میخواستند؟ انتخابات در یک فضای بسیار دشوار برگزار شده در افغانستان. میدانیم که زیر تهدید طالبان و مشکلات امنیتی فراوان و سطح مشارکت در روز انتخابات بسیار واضح پایین بود و تجربه‌ای که از انتخابات 2014 وجود داشت و ائتلافی که بین آقای عبدالله و غنی به وجود آمد، تقریبا انتظار میرفت که انتخابات این انتخابات هم نتیجهش بالاخره یک نوع ایجاد یک حکومت ائتلافی باشه با توجه به سطح پایین مشارکت مردم و همچنین مشارکت آقای عبدالله و غنی هر دو در داخل حکومت وحدت ملی. بنابراین یک چیز بسیار غیر منتظره اتفاق نیفتاده. آنچه که بسیار غیر منتظره بود مراسم تحلیف دو رئیس جمهور بود که برگزار شد، ولی روی هم رفته. امروز چیزی که اتفاق افتاده در میان همه خبرهای بد که از افغانستان گزارش میشه، انتظار میره که این توافق سیاسی تا حد موجب ازی شود که مردم یک کم خوشبین تر شوند. درباره جزئیات این توافق سیاسی مفصلا صحبت خواهیم کرد، اما حالا آقای عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی شده، چه تفاوتی وجود داره میان این نقشی که تازه برای آقای عبدالله در نظر گرفته شده با ریاست پیشین او بر هیئت اجرایی؟ ریاست اجرایی که قبلا به وجود آمده بود به نحو شبیه نخست وزیر اجرایی حکومت بود که در رأس شورای وزیران قرار داشت. آقای عبدالله عضو کابینه بود، عضو شورای امنیت ملی بود، ولی این نقش که آقای عبدالله فعلا گرفته، این نقش اجرایی به صورت عموم در همه حکومت نداره. در حقیقت ابتکار برنامه صلح دولت را به عهده خواهد داشت. از نظر از این که صلح در اولویت جامعه بین المللی قرار داره و به نحو توافقنامه بین آمریکا و طالبان امضا شده، از این نظر اهمیت بسیار ویژه داره، ولی از نظر اجرایی آقای عبدالله صلاحیت شبیه صلاحیتی که به عنوان رئیس اجرایی داشت نخواهد داشت. ولی با این وجود اعضای تیمش در حدود 50% کابینه جدید دولت افغانستان به عهده خواهد داشت. خبر رو یک بار دیگه من برای مخاطبانمون تکرار بکنم. سخنگوی محمد اشرف غنی صدیقی اعلام کرده که موافقتنامه میان عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین و آقای غنی امروز امضا شده. با امضای این موافقتنامه میان دو رقیب سیاسی، جنجال پس از اعلام نتیجه انتخابات اخیر افغانستان پس از نزدیک به 5 ماه به نظر میرسه که به نتیجه رسیده. در مورد این توافق
چی میدونیم سیا؟ توافق منتشر شده، هرچند مراسم امضای توافقنامه که ساعت پیش فکر کنم در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، به صورت زنده پخش نشد از طریق رسانه ها، ولی محتوای توافق روی ازی متمرکز است که آقای عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه میشه، تیم آقای عبدالله 50% کابینه از جمله مقام های کلیدی در کابینه به دست خواهند آورد، یک شورای دیگه به نام شورای عالی رهبری به وجود میاد که رهبرای افغانستان در او عضویت خواهند داشت. تشکر میکنم زیا شهریار اینجا در استودیو با ما بمون. اجازه بدید که به محل امضای این توافقنامه در واقع در افغانستان سفر بکنیم، جایی که همکارم علی حسینی با ماست از کابل. علی، بیشتر درباره این توافق برامون بگو. خب موضوع مهمی که الان اینجا مطرح هست این که هر دو نفر این بعد از حدود میشه گفت که 3 ماه جنجال پس از پایان اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری به یک توافق رسیدن. این توافق متنی در رابطه با این توافق به دست رسیده که در چند بخش مشخص کرده که بعد از این توافق دو طرف چه کار باید انجام بده. میشه به چند مورد از این موضوع اشاره کرد، در رابطه با ایجاد شورای عالی دولت، ریاست شورای عالی مصالحه و همچنین مطرح کرده که این وظایف شورای عالی مصالحه چیست و مشارکت در حکومت هم بخش از این توافقنامه است. در بخش مشارکت در حکومت تقسیم شده، یعنی این توافقنامه میگه که وزارتخانه ها، ریاست های مستقل بین دو طرف تقسیم میشه و همچنین به جنرال دوستم از همپیمانان انتخاباتی آقای عبدالله گفته شده که رتبه نظامی رو از جنرالی ارتقا پیدا میکنه به مارشالی. مارشالی بالاترین رتبه نظامی در افغانستان است. آقای عبدالله هم ریاست شورای عالی مصالحه را بر عهده خواهد گرفت که این شورای عالی مصالحه روند صلح با طالبان را به پیش میبره. امتیازاتی هم به آقای عبدالله در این زمینه داده شده. وظایف شورای عالی مصالحه یکی است که یک اجماع ملی منطقه‌ای و بین المللی در رابطه با صلح ایجاد بکنه، جلب کمک و پشتیبانی بین المللی را به دست بیاره و همچنین کمک های بین المللی را به دست بیاره بعد از اینکه صلح برقرار بشه. و همچنین در رابطه با ایجاد شورای عالی دولت مطرح شده که سیاستمداران و چهرهای با نفوذ افغانستان در این شورا عضویت خواهند داشت. و همچنین باید اضافه کنیم که گفته شده که عمر این توافق سیاسی با عمر حکومت است و تا زمانی که حکومت برقرار است این توافقنامه هم قابل قبول برای هر دو طرف است. یک مکانیزمی هم مشخص شده که بر اساس این مکانیزم تایید میشه و همچنین نظارت میشه از روند اجرای توافقنامه و اگر نقض صورت بگیره، تخلفاتی صورت بگیره، مکانیزم بررسی این توافقنامه هم، نقض این توافقنامه هم مطرح شده. علی، تا چه اندازه با این توافقنامه اختلافات دو طرف به نظر میرسه که پایان برسه؟ ببین علی، تا اینجای کار اختلافات انتخاباتی دو طرف حل شده به نظر میرسه. موضوع بسیار مهم این است که تا چه اندازه دو طرف اختلافی نخواهند داشت در حکومت داری. ما میدانیم که در حکومت وحدت ملی هر دو طرف اختلافاتی داشتند. به جایی که در برخی مسائل نگاه مشترکی داشته باشند، نگاه متفاوتی داشتند و این دو نگاه متفاوت مشکل زا بوده. مثلا در قسمت وزارت خارجه یک طرف قضیه نگاه متفاوت داشته و طرف دیگر قضیه نگاه متفاوت و این مشکل زا بوده. حالا باید ببینیم که در حکومتی که فعلا سهمیه بندی شده و مشارکتی است، تا چه اندازه تعامل دو طرف میتونه مشکلات رو حل کنه. به ویژه این که فضای 5 سال قبل نیست. بحث گسترش ویروس کرونا مطرح است، مشکل جنگ و صلح افغانستان مطرح است و این نیازمندی است که دو طرف به یک نتیجه برسن. در عین حال باید بگیم که مردم افغانستان سوال کلانی برشان پیش آمده، این که حالا اگر قرار باشه در هر نتیجه هر انتخابات رو دو طرف تعیین کند، پس نقش آنها در انتخابات و نقش رای چی میتونه باشه؟ سپاسگزارم. علی حسینی صحبت میکرد از کابل با ما. امروز روز بسیار شوری خواهد بود و ما بارها با علی صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که با مجیب رحیمی صحبت بکنیم، مشاور امور رسانه‌ای عبدالله که از لندن روی خط تلفن با ما هستن. آقای رحیمی، وقت شما بخیر. آقای عبدالله در زمستانی که گذشت بر قرآن
سوگند خوردند که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان باشند. حالا امروز نتیجه دیگری آمده که آقای عبدالله و تیمشون که شما هم عضوش هستین قبولش دارند. چیزی که آمده تقسیم قدرت همانیست که آقای عبدالله میخواست؟ ما در افغانستان یک انتخابات توأم با تقلب و چالش‌های فراوانی را پشت سر گذاشتیم. در مرحله بعد از انتخابات تنش‌های بین هر دو طرف به اوج خود رسید و تلاش‌هایی که از طرف میانجیگرای داخلی و بین المللی صورت گرفت متأسفانه با یک رای حل مورد قبول برای هر دو طرف منجر نشد. به او اساس دو طرف مراسم تحلیف جداگانه برگزار کردند. بعد از او تلاش‌های برای یافتن یک رای حل معقول و قابل قبول برای هر دو طرف ادامه پیدا کرد و امروز ما شاهد امضای توافقنامه هستیم. تقسیم قدرت رو شما فکر می‌کنید آقای عبدالله رو راضی بکنه؟ سوال من این بود. طبعا اون چی که اتفاق افتاده 100% خواستهای ما و کسایی که برای ما رأی دادن و متحدین ما را بازتاب نمیده. انتخابات و مبارزات انتخاباتی مسیر متفاوتی را دنبال میکرد، اما با توجه به وضعیتی که در افغانستان حاکم است، بحث تلاش‌های صلح، کرونا، حملات طالبان و تهدیدهایی که در حال افزایش است، آنچه که امروز به او دست یافتیم بهترین گزینه‌ای بود که میتونستیم در این مرحله بعد از مذاکره و تلاش‌های زیاد به او دست پیدا بکنیم. آقای رحیمی، سوال دیگه‌ای که اینجا مطرح میشه، دیدم در شبکه‌های اجتماعی هم بسیار صحبتش بود، خبرنگار ما از کابل هم از قول مردم سوال کرد، بسیاری میپرسند شرایطی که پیش آمده، دو نفر رقیب در انتخاباتی شرکت کردند و نتیجه آن شد که امروز دیدیم هر دو نفر در بازی سیاست در افغانستان باقی موندن. به هر حال پدیده انتخابات رو در حالی از ابهام می‌بره، چه پاسخی دارید به این سوال؟ من با این نگرانی هم با مردم و هم با سوالی که شما مطرح کردین هم نواستم. این نگرانی رو ما هم داریم. متاسفانه ما در 20 سال گذشته نتونستیم مشکل تقلب و مشکل ساختاری در نظام افغانستان رو حل بکنیم. البته دولت افغانستان، دولت آقای غنی، به هر حال این تقلب رو قبول نداشت. آقای رحیمی، باید حرف اونها رو هم شنید. در حرف تمام طرف ها تقلب را قبول ندارن و علیه تقلب حرف میزنن، اما در عمل ما هم که جزء حکومت وحدت ملی بودیم در گذشته هم موفق نشدیم یک کمیسیون مستقل ایجاد بکنیم و جلو تقلب را بگیریم. شاید انتخابات اخیر کمترین تقلب را در افغانستان داشت، اما یک بخشی از توافقنامه سیاسی که امروز امضا شده به بحث اصلاحات میپردازه و بخشی از او هم به اصلاح نظام انتخاباتی و انتخابات بعدی افغانستان تمرکز داره. امیدوار هستیم که این روند ادامه پیدا بکنه و در آینده ها شاهد چنین یک مشکلی نباشیم. شما توجه دارین که ساختار نظام در افغانستان طوری است که مشارکت سیاسی را محدود می‌سازه و برنده همه چیز به دست نره و این خلاف واقعیت‌های جامعه افغانستان است. امیدوار هستیم که با غیر متمرکز شدن قدرت و درس‌هایی که از وضعیت فعلی و از انتخابات های اخیر گرفتیم بتونیم این مشکل را در آینده حل بکنیم. آقای رحیمی، شورای تشکیل شده، شورای عالی مصالحه ملی و رهبری در واقع روند صلح، تصویب و تصویبش رو به آقای عبدالله دادن. تصور میکنید که تا چند اندازه آقای عبدالله شانس برقراری چنین صلحی رو و به موفقیت رساندن چنین شورایی رو داشته باشه؟ دو موضوع رو میخوایم پاسخ به سوال شما مطرح بکنم. در قدم اول در مورد شورای عالی دولت نظری است که باید یک اجماع سیاسی و فراگیر در سطح مذاکرات باید در افغانستان به وجود ده. تمام جریان های سیاسی، شخصیت ها، احزاب، نهادهای جامعه مدنی در این شورا نمایندگی شوند و این شورا به این هدف تشکیل میشه و رهبری را دکتر عبدالله عبدالله به عهده می داشته باشه تا روند مذاکرات و بحثایی که با طالبان صورت میگیره بتونه از جمهوری اسلامی افغانستان و از کسانی که در سایه جمهوری اسلامی افغانستان زندگی میکنن نمایندگی بکنه. دو، شخصیت دکتر عبدالله عبدالله به عنوان یکی از چهره‌های مطرح سیاست افغانستان در 40 سال گذشته متفاوت‌تر است با چهره‌هایی که در گذشته های سمت را رهبری میکردن. شناخت و سطح
اما به رسمیت شناختن بین المللی که رئیس اجرا دکتر عبدالله عبدالله داره و همچنان حمایت گسترده جهانی که از روند صلح در این مرحله و بخصوص از طرف ایالات متحده آمریکا وجود داره، یک فضا و زمینه متفاوتی را فراهم ساخته. امیدوار هستیم که دکتر عبدالله بتونه در این مرحله این روند موفقانه رهبری بکنه تا بتونیم به یک صلح جامع و پایدار در افغانستان دست پیدا کنیم. گفتگو می‌کردم با مجیب رحمانی، سخنگوی رسانه‌ای آقای عبدالله. با همکارم ضیا شهریار صحبت بکنیم که اینجا در استودیو با ماست. ضیا، نکته‌ای که من از آقای رحیمی هم سوال کردم، به هر حال بسیار بحث برانگیز شده در افغانستان، سوگند خوردن به قرآن، کاری بود که آقای عبدالله کرد به عنوان بخشی از سوگند خوردنش در مراسم تعلیب ریاست جمهوری. حالا اتفاق دیگه‌ای داره میفته، فکر نمی‌کنی که این ممکن است به هر حال در جای دیگه‌ای باعث انتقاد علیه آقای عبدالله بشه؟ آقای عبدالله با امضای توافقنامه امروز انتقادهای زیاد را متوجه خود ساخته، تعداد زیادی از طرفدارایش ناراضی هستند، از اعضای تیمش ناراضی هستند و مخصوصا بحث سوگند خوردن به قرآن در افغانستان موضوع فوق العاده حساس است در کل کشورهای اسلامی فکر میکنم، و حتی بعض واکنش های از میان مردم وجود داشته که آقای عبدالله با این کار خود که سوگند یاد کرد و گفت که رئیس جمهور افغانستان است و به قانون اساسی وفادار میمانه و اینها، و بعد این نوع معامله را انجام داده، موجب به احترامی به ارزش های اسلامی و دینی در افغانستان شده که من فکر میکنم حتما توضیح باید سخنگویایش و مشاورینش در این مورد داشته باشند. ولی از طرف دیگه فشارهایی که از طرف جامعه بین المللی وجود داشت و همچنین وضعیتی که افغانستان فعلا درش قرار داره، تقریبا این توقع و انتظار از آقای عبدالله و از آقای غنی از هر دویشون به وجود آورده بود که باید یک نو سازش بکنن تا اینکه برن به طرف یک پروسه جدیدی که مذاکره صلح با طالبان باشد در یک موضع واحد که خونریزی و جنگ در افغانستان توقف پیدا کنه. مسئله دیگه که به هر حال مطرح میشه اینجا بحث تقلب در انتخابات بود که به ویژه در ستاد انتخاباتی آقای عبدالله بسیار در موردش صحبت میشد. حرف آقای عبدالله هم بود، حرف آقای غنی بود که نه، انتخابات درست است. به هر حال هر دو طرف حالا با هم توافق کردن. طرفداران این دو طرف فکر میکنید تا چند اندازه موافق این توافق باشند؟ مردم عادی تا حدی که من دیدم و به صورت اون تا حدی که شناخت وجود داره، نارضایتی از هر دو طرف خیلی زیاد است با توجه به تجربه‌ای که از حکومت وحدت ملی وجود داره و اینکه هر دو طرف نتونستن همو چیزایی را که برای مردم وعده داده بودن انجام بتن، و مشارکتی که در انتخابات وجود داشت واضحاً بیان میکنه که مردم ناراضی هستند. و بحث تقلب یک بحث بود که طبعا تیم آقای عبدالله بسیار او را بالا کرد و حتی تظاهرات طرفدارانش برگزار کردند در ولایت‌های مختلف. آقای عبدالله تا حد پیش رفت که خب خود رئیس جمهور اعلان کرد، والی معرفی کرد، منتها در یک مقطع وضعیت طور شد که احساس ای به وجود آمد که احتمالاً این وضعیت به نفع افغانستان و به نفع آینده افغانستان نیست و جامعه بین الملل فشار وارد کرد، آمریکا پول خود قطع کرد. آنچه که به هر حال اتفاق افتاد به نظر من تمام انتظارات و توقعات مردم برآورده نمیکنه. حتی آقای عبدالله که داخل حکومت رفته، مجموع آرایی که هر دو طرف دارن 1,500,000 رای است مجموعا، یعنی 900,000 رای از آقای غنی و 700,000 رای از آقای عبدالله، 1,500,000 رای از مجموع رای دهنده های سبسه در افغانستان که حدود 10,000,000 هستن، خیلی سطحش پایین است، یعنی 15% کسایی که سبسه در افغانستان که رای بتن. بنابراین بحث مشروعیت و سوال مشروعیت در مورد دولت همچنان وجود خواهد داشت. و سوال پایانی من، یک بار دیگه اگر نگاه بکنیم به آنچه که اتفاق افتاده در افغانستان، چه از ساعتی قبل خبر آمد که توافقی امضا شده بعد از 5 ماه سردرگمی و بحران سیاسی در افغانستان میان اشرف غنی و عبدالله، اگر خلاصه و کوتاه برای بینندگانی که تازه به پیوستن بگی که این توافق بر سر چه هست و نتیجه‌اش چه خواهد شد؟ توافق سیاسی بین آقای عبدالله و غنی امضا شد. آقای عبدالله از دعوای خود به عنوان رئیس دولت همشمول کنار کشید و پست تازه ایجاد شده شورای عالی مصالحه را قبول کرد. 50% اعضای کابینه به اساس این توافقنامه به تیم آقای عبدالله
ارتباط میگیره. جنرال دوستم که از مهمترین حامیای آقای عبدالله و معاون قبلی رئیس جمهور افغانستان بود، بالاترین مقام نظامی افغانستان بعد از سوارد مارشال شد که این یک امتیاز اعزازی بود با آقای دوستم. شورای عالی رهبری به وجود میاد که در تمام امور با آقای غنی رئیس جمهوری افغانستان مشوره میده و عضویت شورا را آقای کرزی، آقای سیاف، آقای قانونی و تعدادی از چهره های دیگه با نفوذ سیاسی افغانستان خواهند داشت و همچنین در مورد تعیین دیگر مقامات حکومتی هر دو طرف توافق خواهند کرد. سپاسگزارم ضیا شهریار، اینجا با ما در استودیو بمونین. برنامه خبری ویژه ماست درباره توافق میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی ریاست جمهوری بر سر نتیجه انتخاباتی که 5 ماه پیش اعلام شد و باعث اوج گرفتن بحران سیاسی در افغانستان شد. اجازه بدید که با علی امیری صحبت بکنیم، استاد دانشگاه از کابل با ما هستن. آقای امیری، چه فکر میکنید در مورد این توافق؟ به نظر من توافق خوبی بود. ببینید، صرف نظر از یک از لحاظ قانون اساسی چه اتفاق افتاد یا دو طرف به خواستهای خود رسید یا نرسید، یک توافقی هست که هیچ کدام ضرر بسیار جدی نکرده است. چیزی که ثبات را در افغانستان برهم میزند این است که یک بازنده و برنده مطلق به وجود بیاید. نفس همه که دو طرف به طور نسبی راضی شده است میتواند نشانه خوبی این توافق باشد. آقای امیری، نقش مردم چطور؟ به هر حال هر دو طرف در قدرت ماندن و نقش آن دسته که مشخص نیست، نقش مردمی است که در این انتخابات شرکت کرده بودند. آقای امیری، صدای من رو میشنوین؟ متاسفانه با اشکال فنی روبرو هستیم، نمیدونم صدای آقای امیری رو داریم. متاسفانه صدای آقای امیری مفهوم نیستش. آقای امیری، اگر صدای من رو میشنوید یک بار دیگه امتحان بکنیم. نقش مردم چه میشود؟ به هر حال دو طرف، دو رقیب در قدرت ماندند و مردمی که در انتخابات شرکت کرده بودند سوال دارند. خب این طرح ها وجود دارد، نارضایت های وجود دارد، من راضی نیست از ما اما یه بخش از رضایت مردم در قالب همین تیم های انتخاباتی منعکس است و نخبه ملی نخبگان سیاسی سبب رضایت نسبی در بین مردم هم خواهد شد. ولی فراموش نکنیم که خب مسئله رضایت مردم جز اولویت های تیم ها نبوده است، مشکل بحران سیاسی بود. به نظر من به طور نسبی یعنی که بحران حل شده است هم مردم کم و بیش از ممنونم. آقای امیری، صداتون متاسفانه اصلا قابل فهم نیستش. تلاش میکنیم تا با ارتباط بهتری دیرتر باز هم با شما صحبت بکنیم. اجازه بدید که پیش از اینکه پیش بریم یک بار دیگه خبری که آمد رو تکرار بکنم. ساعتی قبل از افغانستان خبر آمد که بعد از 5 ماه بحران سیاسی سخنگوی محمد اشرف غنی اعلام کرد که موافقت نامه میان عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین و آقای غنی امروز امضا شده. با امضای این موافقت نامه میان دو رقیب سیاسی جنجال پس از اعلام نتیجه انتخابات به نظر میرسه که به سرانجام میرسیده. اجازه بدید که در همین رابطه با شکریه برگزای صحبت بکنیم که از کابل با ما هستن، فعال سیاسی. سلام بر شما خانم برگزای. آقای غنی تا چند اندازه با این تقسیم قدرت تازه فکر میکنید که راضی باشن؟ سلام بر شما همه بیننده و شنونده عزیز. با باور من هیچ رهبر سیاسی افغانستان دوست ندارند در هیچ جای دیگه دنیا هم تا قدرت سیاسی خود شریک بسازند و یا هم حکومت ائتلافی را جور کنند. اما از او جایی که بحران برآمده از ناشی از انتخابات طولانی و گسترده بود، من فکر میکنم هر دو رهبر سیاسی در یک تعامل سیاسی خواستند که به این بحران نقطه پایان بگذارند. اما عواقب بعد از این که چی هست، این را وقت میخواید که بفهمیم که نتیجهش یا برون آمده از این توافق چی میتونه باشه در عمل. خانم بایکسای، شما در مورد این شورای عالی که برای رهبری روند صلح در افغانستان شکل گرفته چه فکر میکنید؟ تا چند اندازه شانس موفقیت داره چنین شورایی به رهبری آقای عبدالله؟ اینجا باید بگم که وقتی که نتیجه انتخابات اعلام شد، سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد اعلام کرد که این انتخابات جعلی است، غیر واقعی است. حالا نتیجه آن انتخابات به هر حال جنجال برانگیز شد. هر دو رقیب حالا قدرت دارن، یکیشون که به نظر کمیسیون انتخابات در افغانستان بازنده این روند بوده شده رئیس شورای عالی صلح. تا چند اندازه این ریاست میتونه رهبری صلح میان افغانی رو در اون کشور در واقع به دست بگیره؟
بله بدون شک ما فکر میکنم که برای آقای غنی هم یک چالش بزرگی است، به دلیل از اینکه پروسه صلح افغانستان در حقیقت مقدم بر هر چیز دیگه و هر تقسیم قدرت دیگه میتونه باشه و این حالی است که در حال صورت میگیره که شاید دیدگاه آقای اشرف غنی خوبتر تبلور نیابه در تحت ریاست اجرایی دکتر عبدالله در پروسه سال. اما در این حال گفتم میتونیم که طالبا بخواین نخواین طرف مقابلشان که دولت افغانستان هست همین بزرگوارای هستند که فعلا هستند، بدون شک طالبا نمیتونن آلترناتیو برای دولت افغانستان از لحاظ عملی و مشروعیت سیاسی باشه، اما در حال حالش یک حقیقتی هم هست که نمیتون نادیده گرفت. به هر حال من فکر میکنم که این توافق پایان یک بحران هست، آغاز یک صفحه جدید که میتونیم ارگاه سیاسیون افغانستان از تعقل سیاسی استفاده کنند، شاید بتانن برگ برنده را حتی در بحث گفتگوهای صلح با طالبان هم داشته باشند و از موضع قدرت و اکتیو شامل بحث صلح بگردن. در غیر از او اگر اختلافات همچنان ادامه بیابه قسمی که در 6 سال گذشته بود، با باور من بحران بیشتر خواهد شد. خانم بایکسر، یک ضلع این بحران سیاسی آقای دوستم بود، سرنوشت او رو در نتیجه توافق نامی امروز چطور میبینید؟ خب با باور من قوانین افغانستان، قوانین نظامی افغانستان آخرین مرتبه یا رتبه نظامیش موستر جنرال است که نه جنرال 4 ستاره و آنچه که برای آقای دوستم القا شد یا لقب اعزازی مارشالی داده شد به شکل از اشکال میتونه که اونا را در کنار نظام داشته باشه، اما من باور ندارم که اول و آخر کار باشه. با باور ما تیم دکتر صیب عبدالله به مراتب قوی تر و با توجه به تجربه 6 ساله که داشتن کرسی های بیشتر و قدرت بیشتری را نسبت به 2014 امروز می طلبند که خودش می تانه در آینده مشکل ساز شود. در ضمن فراموش نباید کرد که مؤتلفین دیروز آقای عبدالله، مثلا آقای عطا محمد نور، امرالله صالح که امروز با تیم دکتر صیب اشرف غنی بودن، از این توافق اصلا خوش نیستن، به دلیل از اینکه یکی نقش از اونا به صورت تضعیف شد و ضعیف شد و دوم در حقیقت مقام دوم کشور برای دکتر صیب عبدالله داده شد. و در مورد روابط بین المللی افغانستان هم باید با شما صحبت بکنم. به هر حال ایالات متحده آمریکا تلاش بسیار کرد برای اینکه میان این دو صلحی برقرار بشه، حتی به کاهش کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان هم انجامید. تصور می‌کنید که این توافقنامه تا چند اندازه مورد استقبال دولت‌های حامی افغانستان از جمله ایالات متحده باشه؟ من فکر می‌کنم این توافقنامه و یا امضایش امروز نتیجه امو کمک ها گفته نمیتونم، بلکه نتیجه مساعی سیاسی دیپلمات های داخل افغانستان و بیرون از افغانستان از و نمایندگی از جامعه جهانی بودن که توافقنامه به خواست به خواهش از اونا صورت گرفت و انجام پذیرفت. هرچند شاید مردم افغانستان از داشتن یک حکومتی که دوباره با چندین سر و با چند صدایی باشه راضی نباشن، به هر حال این حکومت هم از قاطبه ملت افغانستان به هیچ عنوان نمیتونه رهبری کنه با توجه به میزان مشارکت مردم و بحران هایی که از انتخابات به میان آمد. با آن هم مردم شاید استقبال کنه تا حده، اما بدون شک همه منتظر هستیم که چی میشه. برای آمریکا هم ضرور است که در این محاسبه مانند گذشته اشتباه نکنن و کوشش نکنن که دوباره افغانستان را به طرف یک بحران داخلی سوق بدن. محتوای موافقتنامه هنوز به دسترس هیچ کس قرار نگرفته، اما بسیار موادش گفته میشه که در تناقض با قانون اساسی است که بدون شک او یک مرحله است که باز هیچ کس نمیتونه جلوش بگیره، به دلیل اینکه این نظام مشروعیت خود از قانون اساسی و مردم افغانستان گرفته. خانم بایکسی، سال آخر هم از شما، تا چند اندازه این توافق تازه به دولت افغانستان، به جمهوری اسلامی افغانستان این قدرت رو میده تا با کشورهای مانند پاکستان و حتی جمهوری اسلامی ایران در همسایگی مذاکره بکنن؟ به هر حال بحث رابطه میان افغانستان و به ویژه با پاکستان همیشه مطرح بوده و همیشه هم خبرساز. بدون شک روابط ما با کشورهای همسایه از جانب افغانستان معدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و احترام متقابل است و همزیستی مسلط آمیز که متاسفانه از جانب هر دو همسایه ما نقض شده. اما از لحاظ استرکچر سیاسی من فکر میکنم که پاکستان
قبلا هم قناعت داشت و تبریکی داده بود به رئیس جمهور اشرف غنی، و ایران که تا امروز به شکل از اشکال نمیخواست که ببینه که مؤتلفین قبلی از اینا در نظام نیستن، و باور دارم بعد از موافقتنامه امروز اونا هم احساس خوشی میکنن و کوشش دارن که با دولت جمهوری اسلامی افغانستان از نزدیک همکار کنن. ناگفته نمانه که اختلافات بسیار جدی در رابطه با چگونگی وضعیت مهاجرین و کشته شدن مهاجرین افغان فعلا بین افغانستان و ایران هست، که ما امیدوار هستیم این هم نقطه پایان بیابه و هر دو کشور بتانن بر اساس نرم های بین المللی با آنچه که قوانین اساسی هر دو کشور میگه با رعایت همسایگی و احترام متقابل و عدم مداخله در امور یکدیگر کار خود پیش برن. موضوع با پاکستان ارتباط مستقیم میگیره که چگونگی روند صلح میباشه، و پاکستان بدون شک دوست داره که طالبان در این برهه از زمان با یک قوت بیشتر شامل گفتگوهای صلح شوند تا منافع پاکستان در افغانستان از طریق طالبان محفوظ بماند. سپاسگزارم. شکریه برکسای فعال سیاسی که از کابل با ما صحبت میکردن.